درود بر شما. من با تجسم خلاق به خیلی از خواسته هام رسیدم. برای اینکه بدونی روش درستش چیه، کی و برای چند مورد میتونی انجام بدی تا آخر ویدیو رو ببین. برای انجام یک تجسم خلاق خوب باید یه جسم ساده، یه شیء ساده، هر چیزی رو مثل یه خودکار میگیریم جلوی صورتمون، بهش نگاه میکنم، چشمامو میبندم، تلاش میکنم اون چیزی رو که دیدم تو ذهنم ببینم. اگه دیده نشد دوباره چشمامو باز میکنم، طولانی تر بهش نگاه میکنم. خیلی ها میگن اصلا چشمامو که میبندم تصویر میره. در این صورت شروع میکنید به پلک زدن. 40-50 بار تونتون پلک میزنم و یهو چشمم رو میبندم و بعد تصویر رو کاملا میبینم. اگر کسی اصلا تصویر رو نمیبینه، این روش رو انجام میده تا تصویر رو ببینه. حالا وقتی تصویر رو دیدم، در گام دوم چشمامو باز میکنم. آیا خودکار رو با همه ویژگیاش دیدم؟ نه، تقریبا خودکار نصفه بود و من جوهر خودکار رو ندیده بودم. دوباره چشمامو میبندم، جوهر خودکار رو میبینم. هر بار که چشماتون رو باز میکنید، توجه کنید به چیزایی که ندیده بودین، نوشتای روی خودکار، به در خودکار، و هر بار سعی کنید با جزئیات بیشتر و دقیق تری ببینید. دفعه بعد یه شیء که پیچیده تر باشه رو ببینید. به لپتاپتون نگاه کنید. لپتاپ صفحه مانیتور داره، کیبورد داره، یه سری نوشته انگلیسی داره، یه قسمتی برای حرکت دادن نشانگر داره. پس چیزی رو که میخوایم ببینیم آروم آروم پیچیده ترش میکنیم و هر بار تلاش میکنیم با جزئیاتش ببینیم. مثلا نگاه میکنیم به ساعتمون، صفحه ساعت، بند ساعت، قاب ساعت چه شکلیه. هر چقدر تمرین ما در تجسم بیشتر باشه، آمادگی ما برای تجسم خلاق هم بیشتر میشه. اگه هر چیزی رو با جزئیاتش ببینیم، ذهنمون آماده میشه برای چیزایی که تا حالا اصلا ندیدیم و قراره توی ذهنمون با جزئیاتش بسازیم. در گام سوم آروم آروم شروع میکنیم به تصویر سازی کردن از محیط های طبیعی مثل جنگل، کوه، راه رفتن در ساحل کنار دریا و سعی میکنیم خودمون رو در آن تصویر غرق کنیم. این دیگه تجسم خلاقه. مثلا من اگه ببینم دارم توی جنگلی راه میرم، تو ذهنم قشنگ میبینم که برگای درخت ها روی زمینه و من دارم پا میذارم رو برگا. صدای خرد شدن برگای خشک زیر پام رو باید بشنوم. نور خورشید از لابلای برگای درخت ها میبینم. نسیم جنگل به صورتم میخوره و باید اونو حسش کنم. این چیزا رو باید سعی کنیم تصویر سازی کنیم. ذهن ما وقتی آماده میشه برای تجسم خلاق، حالا وقتشه بریم سراغ چیزایی که میخوایم. من میخوام صاحب خونه بشم. خونه چند متری دوست داری؟ چند خوابه دوست داری؟ خیلی هم رویاییش نکنی. حالا یه خونه ببینی 3000 متری و 10000 متری و... اول باید یه خونه منطقی 120 متری ببینی، 130 متری ببینی. دو تا خواب داره، یه حال بزرگ داره. اینو تو ذهنت ببین، تصویر سازی کن. خودت رو توی اون خونه ببین، تو اون خونه زندگی کن. برو در کابینتو باز کن، دو تا بشقاب بردار بیار بذار روی میز. ببین کتری رو گذاشتی روی گاز، آب جوش اومده، ریخته روی شعله گاز خاموش کرده. یا اگه خونه‌ای که داری میبینی حیاط داره، برو کنار باغچه‌اش ببین توش سبزی کاشتی، سبزی در اومده، داری میچینی میاری سر سفره ناهار. لطف کن تو اون خونه‌ای که داری تصویر سازی میکنی زندگی کن. این خیلی مهمه. و مثل سریال هر بار که تصویر سازی میکنی، این سریال رفته توی مرحله دیگه. الان تو آشپزخونم، حالا اومدم توی حال، دست میزنم به رادیاتورا میبینم شوفاژمون خیلی داغ شدن. برم موتورخونه ببینم اینا چرا انقدر زیادی داغ شدن. زندگی کن، عین زندگی واقعی. این کار کاملا علمیه و ثابت شده است. این کار باعث میشه ذهن شما بره دنبال جذبه یه خونه عین این.
تو ویدیو قانون جذب کائنات و تصویر سازی اونجا مفصل توضیح دادم که انرژی های شما چقدر قدرتمنده. اون چیزی که ذهن شما متمرکز میشه جذب میکنه. اون وقت میبینید چه معجزه‌ای رخ میده و قصه میخوری که چرا قبلا این کارو بلد نبودی و انجام نمیدادی. چقدر راحت میشه یه کاری کرد. چند بار در روز تصویر سازی کنیم؟ بهتره دو بار، هرچه بیشتر بهتر، ولی دوبار خوبه. کی تصویر سازی کنیم؟ یه بار صبح که بلند شدی از خواب تو رخت خواب، یه بار شب که میخوای بخوابی تو رخت خواب، وقتی ذهن درگیری نداره. حالا عبارت تأکیدی بگم یا تصویر سازی کنم اول؟ حساسیت به خرج ندین. نگران این نباشین که حالا اول تصویر سازی کنم یا اول عبارت تأکیدی ها رو بگم. میتونید اول تصویر سازی کنید، چند دقیقه بعد، یک ساعت بعد عبارت تأکیدی بگین. فرمول خاصی نداره. ذهنتون رو درگیر این چیزا نکنید. اگه حساسیت به خرج بدین و ذهنتون درگیر بشه، نتیجه از شما دور میشه. مهم اینه که عین یک زندگی عادی تو تصویرتون زندگی کنید. دوستان، وقتی ما ذهنمون رو درگیر چیزایی که میخواییم میکنیم، اتفاقات خارق‌العاده‌ای در این عالم میافته و بالاخره اتفاق میافته. میتونید برید تو اینترنت عکسایی رو از چیزایی که میخواین پیدا کنین، مثلا از شبکه معماری و ساختمان سازی خونه هایی رو پیدا کنین شبیه اون چیزی که شما میخواین و این عکسا رو پرینت کنید، بزنید به دیوار خونتون، یه جایی که همیشه جلو چشماتون باشه. و اما عکس خودتون رو از عکسایی که دارید میبرید و میچسبونید کنار اون خونه یا اون ماشینی که میخواین. هر روز 20 الی 40 بار به این عکسا نگاه میکنید. آروم آروم ذهن شما میپذیره این موضوع رو و بعد وقتی چشمتون رو میبندین، به سادگی خودتون رو تصور میکنین که توی اون خونه بزرگ هستین. اگر فیلم راز دیده باشین، اون آقا تصویر یه خونه رویایی رو پرینت کرده بود و هر روز میدید. سالها بعد وقتی که اسباب کشی کرد به یه خونه، تابلوی عکسای اون موقع رو پیدا کردید، دقیقاً اومده تو خونه که اون موقع عکساشو داشت. اینا واقعیه و اتفاق افتاده. چقدر باید تصویر سازی کنیم؟ بین 10 تا 15 دقیقه. بیشتر از این نه. ولی خیلی هم کم نباشه. تصویرسازی ذهنی یه مقدمه ای داره که لازمه ما اون مقدمه رو انجام بدیم. بهش میگن ریلکسیشن یا تنارامی، به این صورت که اول هر شیئی که باعث فشار به بدنتون میشه رو مثل کمربند باز کنید. بعد روی صندلی نشسته یا تاق باز روی کمر بخوابید. حالا چشماتون رو ببندید، اول از پای راست شروع کنید. در ذهنتون آرام و شل کنید. بعد پای چپ، سپس دست راست و بعد دست چپ در ذهنتون ببینید که آرام و شل هست و بعد عضلات شکم و پشت را شل کنید و بعد صورت. حالا شروع کنید به تصویر سازی. 10 الی 15 دقیقه که تصویر سازی کردید، آروم آروم چشمتون رو باز کنید. در طول روز برای 5 مورد میشه تصویر سازی کرد، ولی اگه برای 1-2 مورد باشه بهتره، چون ذهنتون متمرکز میشه روی همون 1 مورد و سریعتر اتفاق میفته. دوستان، من خودم انجام دادم و نتایج عالیشو تو زندگیم دیدم. امیدوارم شما انجام بدین و نتایج ارزشمندتون رو برای من ارسال کنید. دوستتون دارم. راستی یادتون نره سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدین تا اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین.